در نیویورک روز دوشنبه بنیاد پولیترز روزنامه‌های واشنگتن پست و نیویورک تایمز رو از جمله برندگان اصلی جایزه پولیترز در رشته روزنامه نگاری معرفی کرد. بهنام ناطقی از نیویورک گزارش میده. And the prize goes to the Washington Post. مدرسه عالی روزنامه‌نگاری دانشگاه کلمبیا که از سوی بنیاد پولیتسر هر سال برندگان جایزه های پولیتسر را برمی‌گزیند اعلام کرد که جایزه روزنامه‌نگاری در رشته خدمات عمومی به خاطر پوشش گسترده و همه‌جانبه تجمع غیرقانونی روز 6 ژانویه هواداران رئیس جمهوری سابق دونالد ترامپ در کنگره آمریکا به واشنگتن پست داده می‌شود. ویدیویی که واشنگتن پست منتشر کرد کارکنان روزنامه را نشان می‌دهد که بعد از ظهر دیروز برای شنیدن خبر در سرسرای مرکزی تحریریه گرد آمده بودند. مدال طلای پولیتسر به برنده جایزه روزنامه‌نگاری در رشته خدمات عمومی تعلق می‌گیرد. فرد رایان ناشر روزنامه و مدیر عامل واشنگتن پست گفت مدال طلای پولیتسر کنار 6 مدال قبلی روی دیوار انتهای تالار نصب خواهد شد. او از بیش از 100 خبرنگار، عکاس و ویدیو نگار تجلیل کرد که با تلاش بی‌وقفه حوادث باورنکردنی آن روز را به همه جهان نشان دادند. 6 ژانویه سال گذشته از جمع چندین هزار نفری شنونده سخنرانی دونالد ترامپ در پارک مقابل کاخ سفید چند صد نفر جدا شدند و به ساختمان کنگره رفتند تا در مراسم شمارش آرای الکترال ایالت‌ها که آخرین مرحله انتخابات ریاست جمهوری آمریکاست اختلال ایجاد کنند. نیمی از 14 جایزه پولیتسر در رشته‌های مختلف روزنامه‌نگاری از اخبار ملی و محلی گرفته تا تحقیق و نقد و یادداشت و اخبار فوری به دوقول نیویورک تایمز و واشنگتن پست تعلق گرفت. جایزه های پولیتسر که از موقوفه جوزف پولیتسر روزنامه نگار و ناشر موفق آمریکایی آغاز قرن 20 داده می شوند چندین رشته ادبی و هنری را هم در بر می گیرند، اما رقابت اصلی هر سال بر سر پولیتسر روزنامه نگاری در رشته خدمات عمومی است.